وقتی شما میخوای معنا کنی، اگر همه معانی رو نداری نمیتونی بگی کدوم یکی مقصوده. عرب برای بیان راه و جاده کلمات متفاوتی داره. گاهی کلمه طریق رو به کار میبره، گاهی کلمه صراط رو به کار میبره، گاهی کلمه زغاب رو به کار میبره، گاهی کلمه سکک رو به کار میبره، گاهی کلمه نهج رو به کار میبره. نهج اگر تو ادبیات فارسی بخوایم معنا کنیم، این بزرگ راه ها رو میشه بهش گفت نهج. نهج یعنی راه روشنی که هر کسی که بیاد تو اون مسیر میتونه به مقصد برسه. کوچه و تنگ و تاریک و پیچدار و پیچتمین هر کار نداره. وقت سید رضی اسم این مجموعه را گذاشته نهج البلاغه، یعنی یه راه روشنیست هر کسی بیاد میتونه. نهج البلاغه از اون روزی که وارد، البته واقعا خدا رحمتش کنه سید رضی رو، جوان مرگ شده و مرگش هم مشکوکه. من شخصا معتقدم بنی عباس کشتنش، چون قرائنی داره ایمانن. با اینکه جوان مرگ شده، آثار علمی بسیار زیادی از خودش به یادگار گذاشته که یکیش نهج البلاغه است. در واقع بعد از متولد 59 یعنی 359 به دنیا آمده، 407 هم از دنیا رفته. سال 400 این کتاب رو تمامش کرده. چه سالش بوده که این کتاب رو تمام کرده؟ او یک دوره تفسیر داره 30 جلده. از آثار بجامونده فقط یه جلدش الان در اختیار ما هست. از همون روزی که سید رضی این کتاب رو وارد عرصه دنیای علم کرده، مورد توجه شیعه و سنی و مسیحی و همه قرار داره. یعنی فصاحت و بلاغت واقعا ما نمیفهمیم، ولی عرب قب به تعبیر عربی ها میفهمیم. تا حالا توی این اطلاعاتی که من میگم مال چند سال قبله، تا حالا فقط تو فارسی و عربی این دو تا زبان حدود 400 کتاب برای شرح نهج البلاغه نوشته شده، اما از شرح و ترجمه و تعلیق و تحشیه و مستدرک و فقط تو این دو تا زبان. بقیه زبان ها رو ما به دلیل این کاشتری نداریم اصلا شناسایی هم نکردیم. نه تنها مورد توجه شیعه است، شاید جز به بهترین شعرهایی که بر نهج البلاغه نوشته شده همین شعر ابن عبدالحدید کیه سنی، 20 جلد. او در اون جلد اولش 50 صفحه اول کتاب رو اختصاص میده به امیرالمومنین که اصلا این چه آدمی بوده. اینو داشته باشید که اون نگاهش به امیرالمومنین مثل نگاه ما نیست که ما علی رو جانشین پیغمبر خلیفه کذایی با اون معلومات و با این علم الهی و عصمت و کذا بدونیم. اما 50 صفحه رو اختصاص داده به امیرالمومنین، تمام علوم اسلامی رو به او برمیگردونه. مستدل و نشعارگونه از عرفان و فقه و کلام و فلسفه و همه چیز رو به او برمیگردونه. منشه اینا رو همه رو میدونه. تو این فصاحت و بلاغتش که میاد میگه امام اصلا این پیشوای این قصه است. بعد جمله ای رو نقل میکنه راجع به این کلام امیر که عرض کردم اون بلاغت اوجش اعجازه، میگه فقط این جمله رو میشه درباره کلام امیر گفت که دون کلام خالق فوق کلام مخلوقه. از کلام خدا یه درجه بیارش پایین‌تر دیگه هیچ کلامی بهش نمیرسه. یعنی تا اونجا بالا رفته میگه فقط قابل مقایسه با اونه، اونم یه درجه بیاد پایین‌تر، حالا اونم شاید ابن عبدالحدید با به احترام برای خدا اینو گفته، میگه دون کلام مخلوق یه درجه بیاد پایین، اما تو بشر دیگه کسی بهش نمیرسه. و واقعا هم تو این بحث ابن عبدالحدید اقراق نمیخواد بکنه. این که عرض کردم نهج البلاغه یعنی هرا مذهبی، اصلا این مسیحی ها شاید راجع به امیرالمومنین بهتر از ما کتاب نوشتن و بهتر از ما
علی رو شاید بشناسن. مرحوم علامه امینی یه موقعی مسابقه گذاشته بود در نجف که راجع به علی کتاب بنویسن. مسابقه ای که هر کس بهترین مسابقه برنده این مسابقه بشه جایزه بود. برنده این مسابقه یه مسیحی شد به نام سلیمان کنتونی. این کتابی بهش امام علی مشعلی و دژی، اینو من تو لبنان دیده بودم، یه معلم حالا الان میدونم زنده هست. بعد یه جمله از مرحوم امینی نقل کرده بودم وقتی این کتاب ها را که نوشته بود. یه مسابقه هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشت، باز برنده اون مسابقه هم یه مسیحی شد. تعبیری ازش نقل کردن، حالا نمیدونم تا چه مقدار صحت داره، میگن گفته بوده که این کتابایی که ما راجع به علی اینها نوشتیم و باید بذاری یه جا آتشی شده در برابر این قلمی که اینها دارن. واقعا جای تأسف داره ولی چاره ای هم نیست. یک دانشمند مسیحی هست به نام جرجرداخت، شاید اسمش رو شنیده باشید، لبنانیه، ایران هم آمده ای که دوبار همین 13 رجب چند سال قبل آمد یه مسابقه بایش کردن اینجا. این آدم کاری که رو نهج البلاغه انجام داده به جرأت میگم هیچ شیعه ای انجام نداده. خودش اون نکته رو ببینید، خودش میگه 200 بار تا حالا نهج البلاغه رو مطالعه، 200 بار اون موقع میگو تا حالا مطالعه کردم، هر باری که مطالعه می کنم چیز جدیدی میفهمم. یه خطبه علی داره راجع به این آیه قرآن که الهاکم التکاثر، ابن عبدالحدید میگه من این خطبه را تا الان 1000 بار خوندم و هر باری که میخونم هم لذت میبرم هم چیز بیشتری میفهمم. و اون مسیحی با اون نگاهش که حتی کتابش، این کتابش خیلی چاپ شده و خیلی هم شهرت جهانی داره، این کتاب جرجردا راجع به علی تحت عنوان صوت عدالت الانسانی که خودش تو این مصاحبه میگفت این کتاب رو اولین بار کلیسا چاپ کرد. میگی در توضیحش میگفت اینا یه مطالبی بود، من توی یکی از روزنامه‌های لبنانی می‌نوشتم، کلیسا فهمید این مطالب رو، بعد با هم تماس گرفتن که می‌خوایم اینو چاپ کنیم. اسم اون کشیش هم می‌بره که فلانی بساطت کرد، اینا جمع جورش کنه. بعد خودش میگه این کتاب اونقدر چاپ شده در دنیا بدون اجازه من و با اجازه من و ترجمه‌های مختلف و کذا و کذا، عمدشون فصاحت و بلاغتی است که همه رو میخکوب کرده. اونایی که واقعا میفهمن نهج البلاغه رو هر کس وارد این گوت شده میخکوب شده. از علمای سنی که شرح قابل اعتنایی است این محمد عبدوس که از جد معاصرین ماست، جد معاصرین ما به این معنا که خیلی از عمرش نمیگذره، این به اصطلاح ما مرجع تقلید مصر بود، مفتی الازهر بود. خودش یه شرحی داره بر نهج البلاغه، خودش در مقدمش میگه که من نه اسم این کتاب رو شنیده بودم و نه با این کتاب آشنا بودم. یک روز فشار کار اونقدر رو سرم فشار آورده بود، رفتم توی کتابخونه، قصد خوندن کتاب نداشتم، فقط میخواستم همینجوری یک کتابی رو بردارم و ورق بزنم که از این فضا بیام بیرون. اونقدر میگه اون فشار آمده بود مسائل کاری که حوصله هیچ کاری رو نداشتم، رفتم تو کتابخونه دانشکده، همینجوری تو قفسه دستم رو بردم یک کتابی رو بردارم که برای چند دقیقه خود رو سرگرم کنم که اصلا از این فضا بیام بیرون. میگه این دیگه تقدیر بود، این کتاب رو برداشتم همینجوری بازش کردم، یه صفحهش نگاه کردم دیدم کلمات خیلی، صفحه بعد نگاه کردم یه ورق جلوتر یه ورق عقب‌تر، اول کتاب باز کردم ببینم این کتاب چیه،
بعد دیدم این کتاب به اسم نهج البلاغه، خوندم یه صفحهشو خوندم دیدم این حرفا مال یه عابد زاهدی است که اصلا با هیچ جای دنیا کار نداره. صفحه بعدی رو خوندم بعد دیدم این مال یه سیاستمدار است که تو جهود سیاست حریف نداره. صفحه بعدی رو خوندم دیدم مال یه قهرمان جنگی است که تو میدان جنگ اصلا باز هیچ کسی نمی‌تونه جلوش وایسته. اصلا میگه اونقدر تعجب کردم از این کلمات تصمیم گرفتم از اول تا آخرش رو گفتم خوندم. بعد میگه وقتی این کتاب رو خوندم حیفم آمد که یه شرح مختصری براش ننویسم که مردم ازش استفاده کنن، چون بعضی کلماتش سخته حتی برای عرب زبان‌ها. میگه مجبور شدم یه شرحی بنویسم و اصلا بعد از اون شرحی که عبد نوشته بر نهج البلاغه میشه گفت نهج البلاغه تو دنیای اهل سنت شهرت بیشتری پیدا کرده. و البته خب حالا با همه ی حرفایی که گوشه و کنار گفته میشه، ولی ببینید شرحی که در خود زمان سید رضی هم شرحهایی شروع شده بوده، مصدقاتی شروع شده بوده، کارهایی انجام دادن گوشه و کنار، یه تلاشهایی. البته واقعیت قصه که دیروز مجمل عرض کردم، علی در بین ماشیاها مظلومه به معنای واقعی کلمه، یعنی روی همین کتاب اون کاری که اهل سنت انجام دادن یا دیگران انجام دادن ما انجام ندادیم. اینا دیگه جزء مظلومیت هاست که گاهی آدم نمیدونه کجا باید بره بگه. کتاب مال ماست، حرف مال ماست، دیگران ازش استفاده میکنن، اما خودمون عرضه استفاده کردن نداریم. البته تلاش هایی هم انجام شده، گاهی هم به رگ غیرت بعضی ها بر میخوره. خدا رحمتش کنه این مرحوم دشتی رو، میگفت که در خاطراتش میگفت اون عاملی که منو کشان که روی نهج البلاغه حرف کار کنم همون حرف اون یه روی مسیحی لبنانی جرجردا. بگه وقتی دیدم اون 200 بار این نهج البلاغه رو مطالعه کرده خودم خجالت کشیدم، به عنوان یه طلبه شیعه یک بار نخونده باشم، به رگ غیرت هم برخوردستم. تصمیم گرفتم بخوانم و البته یه چیزی حدود 20 سال وقتش رو گذاشت. آثار بسیاری هم به جا گذاشت از خودش، خدا رحمتش کنه، از اون کسانی بود که مرگ عمر با برکت داشت و واقعا من برای مرگش سوختم. البته مرگش هم مشکوک بود، چند سال قبل مرحوم شد، تازه به بار نشسته بود. 20 جلد آثار راجع به نهج البلاغه، آثار بسیار عمیقی که کار زیادی کرده بود، طلبه جوانی. البته بعد از انقلاب به برکت انقلاب تو کشور کارهایی گوشه و کنار انجام شده. یکی از این کارهای بنیاد نهج البلاغه است که در تهران تأسیس شده و کارهایی انجام بدن. حالا گرچه خیلی ضعیف، خیلی ضعیف و بدون امکانات در واقع انجام میشه، که همین شعبش هم همین پژوهشکده نهج البلاغه است که در مشهد در همین جوار مسجده، ولی با فقر امکانات جدی، واقعا جدی که گاهی آدم میسوزه که تو کشور برای یه چیزهایی میلیارد بودجه میگذارن اما برای یه مسائل بنیادی فرهنگی هم هیچ کس حاضر نیست بودجه که نمیگذاره بمونه، گاهی هم حتی صدراه هم میشن. امالا نهج البلاغه با این توصیفی که حالا عرض کردم توی بخش نامه‌هاش که بناست بخونیم، یه بحثی رو میخواستم شروع کنم ولی 4-5 دقیقه بیشتر، چون من با جواب در حق قول دادم که از یکونیم تجاوز نکنیم. البته ما چون کارمون دانشگاهی عادت داریم کلاسمون 1 ساعتی و حداقل بشه، راهی ممکن اگر آجا نباشه ما از اون بر خلاصه، ولی بهشون قول دادیم که از 1 ساعتی تجاوز نکنه. بعد نه از یکونیم
ما همین شروع نکردیم شما بچه در درد خود بسید بله چون قول دادیم که از یکونیم تجاوز نکنه تو بحث نامه ها که عرض کردیم اولین نامه ای که مطرحی نامه ایست که امیر المؤمنین به مردم کوفه می نویسه در حد 10 دقیقه اگر بتونم جمعش بکنم ببینم چی می شود یه مقدمه تاریخی می خواد این نامه تا نامه مشخص بشه مال کجاست ببینید حادثه قتل عثمان در دنیای اسلام به تعبیر من فاجعه بود فاجعه یعنی حادثه ای که در اروپا اتفاق افتاد در قرن 16 و 17 و جنگ های مذهبی که اون همه کشتارها را راه انداخت در دنیای اسلام منشأ جنگ های مذهبی قتل عثمان این قتل عثمان تأثیر بسیار زیادی بر دنیای اسلام گذاشت تأثیر بسیار زیادی جنگ هایی رو سبب شد که جنگ جمل و صفین و نهروان از تبعات این حادثه است حتی بعد از قتل عثمان دنیای اسلام حتی شهرها تقسیم شد تحت عنوان عثمانی و علوی اینقدر تأثیر منفی گذاشت یعنی مردم تو موضع‌گیری های سیاسیشون عده‌ای به حمایت از عثمان عده‌ای هم به حمایت از علی تقسیم شد و این تقسیم بندی های سیاسی تو موضع‌گیری هاشون و رفتارشون مؤثره بصره شده عثمانی کوفه شده علوی این دو تا مرکز به عنوان دو تا مرکز تاثیرگذار در دنیای اسلام خیلی تاثیر منفی گذاشت متاسفانه حالا اون حادثه رو تو لابلای نامه علی توضیح میدیم یایش که همین نامه اول یک لایه پشت پرده این حادثه رو علی مطرح میکنه ولی حادثه ای بود اتفاق افتاد واقعا حادثه ای تلخی بود به اعتقاد شخصی بنده که دنیای اسلام رو به شدت متأثر کرد حالا قتل عثمان حق بوده یا باطل بوده حرف دیگری است تبعات این قتل دامن مسلمان‌ها رو گرفت جنگ‌های مذهبی رو راه انداخت و پشت سرش هم همچنان کش داره یعنی الانش هم شیعه‌ها هنوز چوب اون حادثه رو می‌کنن حادثه هست که برای حادثه سیاسی در دنیای اسلام اتفاق افتاد یکی از کسانی که تو حادثه قتل عثمان متهم شده به این که قتل عثمان کار اوست امیرالمومنین علیه السلام ظاهر متون اهل سنت یعنی در متون اهل سنت لبه تیز حمله روی محمد ابن ابی بکر او رو متهمش میکنم به این که قتل عثمان به دست او اتفاق افتاده ولی خب حالا محمد ابن ابی بکر در اینکه پسر خلیفه اول است و تربیت شده علیه و تو خانه علی بزرگ شده این اتهام متوجه امیر شد این اتهام اونقدر سنگینه که عرض کردم این ستا جنگ تبعاتشه عوامل پشت صحنه این قتل دیگرانن ولی امیر متهم شد به این که تو این قصه نقش داره این اتهام یعنی اتهام قتل عثمان اتهامی بود که امیرالمؤمنین تا پایان خلافتش هم نتونست اینو از خودش رفع یعنی جامعه نپذیرفت خیلی اتهام سنگینی بود تا اونجا اتهام سنگین بود که وقتی خبر شهادت سید الشهدا را آوردن توی مدینه که این حادثه چیزی حدود مثلا 30 سال بعد تقریبا وقتی خبر شهادت سید الشهدا را آوردن حاکم مدینه که یک عموی بود آمد در سخنرانیش تو خطبه نماز جمعه مدینه این جمله رو گفت خب این یکی به اون یکی در و
با توضیح بیشتری که حقمون بوده که حسین رو تشنه بکشید، اون روزی که حسین رو تشنه بکشید یادتون رفته بود؟ یعنی اصلا شما اگر از کنم تاریخ رو ببینید، هر کجا که یه فشار اینجوری علیه شیعه و خاندان اهل بیت آمده، اونجا رو به عنوان مستمسک قرار داده. یعنی اصل این که اینقدر توسط اهل بیت و مخصوصا امام علی اتفاق افتاده، مکروه و ننگ گرفتنش، بعد تبعاتش رو هی به ما نسبت دادن. عجیبه، عجیبه که اون کسی که سختانه از عثمان دفاع کرده تو این حادثه علیه، این اون تیکه ایست که حضم نمیشه. یعنی وقتی ضرب آبی که داشت یه لوله فلزیه، یکم این شرکشون بیشتر شد و لوله رو در آوردم. بعد دیدم توی لوله یه نامه ایه، نامه رو باز کردن، دیدن نامه عثمانه، خطاب به استاندار مصر که اینهایی که نامه عزل تو رو میارن همه رو از دم بکش. این جمعیت به هم نگاه کردن، دیدن نامه عزل استاندار مصر دست اینهاست، این نامه هم که مال عثمانه، مهر عثمان پای نامه خورده. این غلام رو بعد که سوال کردن دیدن این جزء غلام به تعبیر امروزی ها کارگرای خود عثمانه. بعدش رفتن دستگیرش کردن، آوردنش مستقیم در خانه علی. جمعیت هم همه برگشت آمد تو مدینه دیگه. بعد آمدن و امیر المومنین عرض کردم ببین ما که چندین بار بهت میگیم این قابل اصلاح نیست، اینم سندش، نامه رسمی به ما نوشته که استاندار رو برش داشتم، فقط بریم تحویلش بدیم
اینم نامه شه. نامه نوشته که هر کس اون نامه را آورد از دم درو کن. این مهر عثمانه، اینم غلام عثمانه، اینم شطوری است که توی مدینه همه میدانه شطور عثمانه. علی نامه رو برداشت، آمد خانه عثمان. اینا هم دیگه از اینجا تصمیم گرفتن به معاصره. آمد عثمان گفت مگر ما با هم توافق نکردیم که به هر حال مشکلات حلش کنیم؟ گفت چرا؟ گفت پس این نامه چیه نوشتی؟ گفت کدوم نامه؟ گفت این نامه. عثمان یه نگاهی کرد نامه رو خوند، قسم خورد گفت من ننوشتم. امیر گفت ولی این مهر مهر توست، فلانی هم که حامل نامه است غلام توست، این شطور هم شطور توست. مروان هم رو سر عثمان ایستاده بود، مروان داماد عثمان، همه کاره عثمان. اینجا که رسید مروان تونتی کرد نسبت به امیرالمومنین. حوادثی که اتفاق افتاده کنم، امیر گفت بابا من نمیتونم جواب این مردم رو بدم، این مردم این نامه رو آوردن، این نامه مال توست، حالا مهرت رو چجوری به دست آوردن، چجوری گردش کردن، اون به من ربطی نداره. آمد دیگه بیرون، تو از اینجا به بعد دیگه با من کاری نداشته باش، منم مسئولیتی ندارم. خانه رو محاصره کردن، کار به جایی رسید که اینا هم طرحشون رو میگه عثمان به خاطر فشار اقتصادی که میاد که آب و غذا و اینها نیست، تسلیم میشه. حتی چندین بار آمد روی بام با التماس از این مردم که بابا ما آب نداریم، مسلمونیم، آب به ما بدین، زن و بچه من آب ندارم. خبر به علی رسید، این که میگم امیرالمومنین بیشتر این دفاع رو کرده، امیرالمومنین برگشت به حسن و حسین، اون موقع جوانای حدود 30 سالشون و 32 سالشون بود، برگشت به اینها گفت اینایی که محاصره کردن حرمت هیچ کس رو نگه نمیدارن، به کسی هم اجازه نمیدن آب و غذا رو عثمان ببره، ولی بخواد برای شما به خاطر اینکه بچه پیغمبرین احترام قائلن، پاشین آب و غذا ببرید برای خانه عثمان. حسن و حسین و یکی دو نفر دیگه آب و غذا رو برداشتن، همینجوری که داشتن می آمدن طرف خانه عثمان، جمعیت دیدن دیگه، یعنی اینایی که محاصره کردن تحلیل کردن که اگر این آب و غذا برسه به خانه عثمان، این زمان طول میکشه، نیروی امدادی شام میاد. از اون طرف هم نمیخواستن با حسن و حسین به عنوان بچهای پیغمبر برخورد تندی بشه. همینجوری که داشتن میامدن اینا یقین پیدا کرده بودن اون کارگردونای این قصه، نه این سمپاتا، اون کارگردونای یقین پیدا کردن که اینا برسن به در خانه عثمان یا به دارالخلافه به تعمیری، کسی که جلوشون نمیگیره اینا وارد میشن. در یک لحظه غافلگیرانه از دیوار رفتن بالا دیگه و قدر اتفاق افتاد. سر و صدا تو شهر پیچید، امیرالمومنین از خانه آمد بیرون، سراسیما آمد طرف خانه عثمان، دید یه عده هورا میکشن، یه عده کف میزنن، یه عده دادفدر میکنن. گفت چیشو گفتن؟ گشته میشن. حتی تاریخ داره وقتی آمد پشت در خانه عثمان رماسن همین ایستاده بود. اینجا دو تا نقل داریم، یه نقل داریم مثلا سیلی زد به صورت حسن، و یک نقل داره با دستش اینجوری محکم فشار داد سیلی حسن رو، گفت یعنی تو اینجا بود یه زن بچه عثمان تشنه بودن؟ با کاری از دستم بر نیومد. ولی ببینید این دفاع جانانه ای که علی کرد از او به عنوان یه مسلمان، حالا کار ندارم، ولی اینو میخوام بگم، با این که بیشترین تلاش رو در دفاع از عثمان کرده که تو نهج البلاغه یه جایی میرسیم که بعد میگرده به ابن عباس میگه اونقدر از عثمان دفاع کردم که دیگه احساس میکنم اگر بیشتر از این دفاع کنم گناه میکنم، بیشتر از این دیگه نمیشه. حتی سه بار علی رو عثمان تبعیدش کرد، ولی در این حال به خاطر مسئله کلی برگشت به ابن عباس گفتی چی هر روز هی میاد میگه برو بیا یه طرفش کنه قصه رو. بیشترین اتهام به امیرالمومنین متوجه شد و این اتهام اتهامیست که نتونست دفاع کنه. حالا عللش چیه؟ سر جای خودش اجمالم. این حادثه ای که در دنیای اسلام اتفاق افتاد سرآغاز یک حرکت تندی شد که تو متن نامه، چون بعضی از عوامل رو امیر نام میبره، اون توضیحش رو میذاریم برای
اونجا همونجوری که عرض کردم 5 دقیقه تخلف کردم. اللهم انا نسألك من تو بسمك العظیم الاعظم یا الله لا 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 خدایا ما رو بیاموز، ما رو نیاموزیدی از این دنیا مبر. خدایا شب اول قبل، شب اول راحتیمون قرار بده. خدایا توفیق عبادت رو در این ما از ما دریغ مبر. خدایا اسامی ما رو جز به اسامی عبادت کنندگان باقی ثبت و ضبط بگرد. خدایا به حق محمد آل محمد قسمت میدیم خدمتگزاران به این ملت، مملکت، اسلام، قرآن، هر کجا خدمت میکنن، هر جور خدمت میکنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در کنف امام زمان حفظ بفرمایید. خائنین به این مرزبون در هر پست و لباسی هستن، اگر قابل هدایتن هدایت به الله ریشه کن بگرد. خدایا به مظلومیت امیرالمؤمنین قسمت میدهیم، مظلومان عالم در سراسر دنیا حمایت بفرمایید. خدایا به سرای کربلا قسمت میدهیم، سرای مسلمین در سراسر دنیا آزاد بفرمایید. خدایا به مجروحین کربلا قسمت میدهیم، مجروحین، معلولین، مرزای اسلام و مسلمین شفای عاجل عنایت بفرمایید. قلب امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان، در فرج امام زمان تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج ما. Yeah.